بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسان گرامی، به چهارمین جلسه مضمون تجارت الکترونیکی خوش آمدید. جلسه چهارم یا درس چهارم ما به ادامه مبحث قبلی که ابعاد تجارت الکترونیکی بود یا انواع تجارت الکترونیکی بحث میکنیم که شامل سازمان های تجارت الکترونیکی و تاریخچه اینترنت و تجارت الکترونیکی میشه. در خصوص سازمان های تجارت الکترونیکی به طور کل، از لحاظ ابعاد تجارت الکترونیکی ما سازمان ها به سه کتگوری تقسیم بندی میکنیم: سازمان های کاملا فیزیکی، سازمان های مختلط و سازمان های کاملا مجازی. به سازمان های کاملا فیزیکی یا سنتی بریک اند مارتر گفته میشه. در اصطلاح تجارت الکترونیکی ما میگیم بریک اند مارتر. به چی نوع سازمان های کاملا فیزیکی گفته میشه؟ به سازمان هایی که تمام فعالیت ها و پروسه های کاری آنها از طریق ابزارهای فیزیکی و سنتیه و از ابزار و قالب های الکترونیکی و مجازی هیچ استفاده نمی کنند. مثلا ما در افغانستان بعضی از شرکت ها و سازمان ها داریم که حتی در پروسه اشتهارات و تبلیغات خود هم از اینترنت و از دنیای مجازی استفاده نمی کنند. سازمان هایی که هیچ فعالیتی و هیچ پروسه از پروسه های کاری آنها در اینترنت و شبکه های کامپیوتری صورت نمی گیره به نام سازمان های کاملا فیزیکی یا سنتی یاد میشه. نوع دوم سازمان های مختلطه. سازمان های مختلط در اصطلاح تجارت الکترونیکی برای آنها کلیک اند بریک یا کلیک اند مارتر گفته میشه. سازمان هایی که برخی فعالیت های تجارت الکترونیکی انجام میدهند اما عمده فعالیت های خود را به شکل فیزیکی دنبال میکنند. ما بیشتر با سازمان های مختلط مواجه می باشیم. در افغانستان هم ببینیم تجارت الکترونیکی به شکل قسمی مورد استفاده قرار می گیره. شرکت ها و سازمان ها در بعضی از موارد از شبکه های الکترونیکی یا اینترنت استفاده می کنند. مثلا بیشتر در اشتهارات و تبلیغات خود، در برقراری ارتباطات با مشتریان یا برقراری ارتباطات با تأمین کنندگان یا عرضه کنندگان از شبکه های اینترنتی استفاده میکنند. خب به طور کل سازمان هایی که بخشی از فعالیت های اینا توسط اینترنت و شبکه های کامپیوتری صورت میگیره و بخش دیگر توسط ابزارهای فیزیکی و سنتی قبلی و قدیمی، به اونا ما میگیم سازمان های مختلط، یعنی که هم الکترونیکی و هم سنتی و فیزیکی. و نوع سوم سازمان های کاملا مجازیه. در اصطلاح تجارت الکترونیکی به آنها میگیم پور پلی. پور پلی به این معنی که تمام فعالیت های سازمان ها در قالب الکترونیکیه. سازمان هایی که فقط در فعالیت های تجارت الکترونیکی شرکت دارند. به عنوان مثال شما سازمان در نظر بگیریم که فروشنده نرم افزارهای کامپیوتریه یا فروشنده آنتی ویروسه، فروشنده انواع فیلم ها ویدیو ها می باشه. این سازمان ها میتونه کاملا مجازی باشه چون کالا و محصول آنها مجازیه و به مترتی پروسه خرید و فروش مجازی و الکترونیکیه و واسطه هم که دارن مثلا دریافت پول از طریق کارت های اعتباریه و ارسال کالا یا ارسال خدمات از طریق شبکه های الکترونیکی. تعداد سازمان های کاملا مجازی اندک، انگشت شماره. مثالی که ما پیشتر گفتیم، مثلا شبکه هایی که با نرم افزار های کامپیوتری، یا فرض کنیم که شرکتی هست که فروش کتاب های چی داره، پی دی اف سافت داره، فقط از طریق اینترنت میتونه که یک سازمان کاملا مجازی باشه. یا مثلا تکیت فروش پرواز. بالاخره شما قبلا خوانده بودیم که تجارت الکترونیکی خالص اگر هر سه بود، کالا، واسطه و پروسه خرید و فروش از او مجازی باشه، به اون میگیم تجارت الکترونیکی خالص.
ولی سازمان هم که همین هر سه بود از او مجازی و الکترونیکی باشه و میگیم سازمان کاملا مجازی. امروزه بیشتر سازمان های مختلط رو به افزایشه، یا تعداد سازمان های مختلط بیشتر از دو نوع سازمان دیگری که مطرح کرد. علمان دیگر داریم تجارت الکترونیکی اینترنتی. تجارت الکترونیکی اینترنتی داریم و غیر اینترنتی داریم. وقتی ما از تجارت الکترونیکی صحبت میکنیم لزوماً ضرورتاً اینترنت نیاز نیه، بعضی وقتا بدون اینترنت هم تجارت الکترونیکی میتونیم داشته باشیم. خب تجارت الکترونیکی اینترنتی انجام فعالیت تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت، مانند خرید اینترنتی، مثلا خرید و فروش که از طریق آنلاین صورت میگیره. شما کامپیوتر میخریم، مثلا لپتاپ میخریم، یا کتاب از سایت آمازون میخریم، یا از وبسایت های مختلف شما جنس خریداری میکنیم. این شما باید اینترنت داشته باشیم که همچون معامله انجام بدیم، یعنی برای همچون معاملات تجارتی داشتن اینترنت لازمه. به اینا میگیم تجارت الکترونیکی اینترنتی. گاهی هم برای معاملات تجاری یا خرید و فروش اینترنت لازم نیه. گفته شده که انجام فعالیت تجارت الکترونیکی از طریق شبکه های داخلی یا محلی مانند لن لوکل ایریا نتورک و شبکه های خصوصی، مثال گفته شده خرید از طریق دستگاه های کارتخوان در میدان های هوایی، در ایستگاه های قطار، در بعضی یا مثلا در پارک ها، در شفاخانه ها دستگاه های کارتخوان وجود داره. فرض کنیم که فرد در میدان هوایی میخواهد که آب معدنی خریداری کنه، یا فرضاً سیگار خریداری کنه، یا انرژی، یا به مو ترتیب شیرینی خریداری کنه، از داخل او دستگاهی که هسته میتونه جنس خریداری کنه بدون از اینکه به اینترنت وصل باشه. او از طریق کارت یا از طریق کشی که داره یا پول نقدی که داره، پول نقد پرداخت میکنه و کد امو کالا میزنه، بعد او کالا برای از پایین آماده میشه. میتونه که مثلا آب معدنی یا سیگار یا انرژی یا هر کالای دیگری که مثلا لازمه. شما ما در افغانستان هم داریم در میدان هوایی کابل فعلا همچون دستگاهی هست که افراد میتونن قهوه خریداری کنن بدون از اینکه فروشنده وجود داشته باشه، یا آب معدنی یا بیسکویت یا غیره. این معامله الکترونیکی هست، اما اینترنتی به اینجا نیاز نیست. بازار الکترونیکی به فضای اطلاق میشه که در آن خریداران و فروشندگان به صورت آنلاین با یکدیگر ملاقات کرده و کالا و خدمات، پول یا اطلاعات با هم مبادله میکنند. خب بازار الکترونیکی از نام پیدایه که ما با بازارهای میگیم که در فضای الکترونیکی تعدادی از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به هدف تبادله کالاها، اطلاعات یا خدمات جمع میشن. بعد میپردازیم بحث آخری ما به ارتباط تاریخچی تجارت الکترونیکه. تاریخچه تجارت الکترونیک، البته تجارت الکترونیک بعد از پیدایش اینترنت به وجود می آید و اینترنت زمانی که به وجود می آید به شکل ابتدایی پیدا می شه و ما در ابتدا بحث ایدیای داریم، مبادله الکترونیکی داده ها یا الکترونیک دیتا اینترچنج. به پایین گفته شده که ایدیای مخفف الکترونیک دیتا اینترچنج تبادله الکترونیکی داده های Transmission of standard electronic documents between computer systems of companies or business organizations. بین سازمان ها، بین کامپیوترهای سازمان ها اسناد و داده ها رد و بدل میشه. در ابتدا در دهه 1960 که اینترنت به وجود می آید، فقط به شکل ساده و ابتدایی فقط داده ها بین کامپیوترها رد و بدل میشد. البته اگر ما این شایعه داشته باشیم به پیدایش اینترنت، خود اینترنت بیشتر به مفهوم شبکه های کامپیوتری متصل به هم در سطح جهانه. پیدایش اینترنت در دهه 1960 دو شخصی که بیشتر به عنوان مخترعین اینترنت شناخته میشن، رابرت کانف و وین سرفه،
که اینا اصلا همو پروتکل های اینترنتر می سازن، پروتکل های تی سی پی آی پی. آی پی خود اینترنت پروتکله و تی سی پی همچنین پروتکل های مشهوری که در اینترنت استفاده میشه. خب مجموعه از شبکه های کامپیوتری مرتبط به هم که بر مبنای قوانین و پروتکل های تی سی پی آی پی کار میکنه به نام اینترنت یاد میشه. این به این معنی که ما به ارتباط مفهوم اینترنت اگر یک توضیح کوتاهی داشته باشیم، اینه که تمام شبکه هایی که بر اساس قوانین یا پروتکل های تی سی پی آی پی کار میکنن، اینا میتونن با شبکه های همانند خود وصل بشن. یعنی تمام شبکه هایی که از عین تی سی پی آی پی استفاده میکنن، اینا میتونن با هم مرتبط باشن. اگر مثلا یک شبکه از کار افته، خود کل شبکه از کار نمیفته، یعنی دیگه شبکه فعال میباشه. یعنی خصوصیت داره که در سطح جهان وقتی ما از اینترنت صحبت میکنیم، اینترنت هم مجموعه از شبکه های چند شبکه که همی پروتکل تی سی پی آی پی دارن، این چند شبکه در سطح جهان به هم وصلن یا چندین کامپیوتر به هم وصله که این اینترنت تشکیل میده. خب اینترنت ابتدا به هدف تجارتی پیدا نشد، به هدف علمی پیدا نشد، هدف از ایجاد و پیدایش اینترنت هدف فرهنگی نبود، هدف اقتصادی نبود، بلکه چی بود؟ هدف نظامی بود. نخستین بار توسط وزارت دفاع آمریکا 4 تا کامپیوتر به هم وصل میشن و این 4 تا کامپیوتر فقط اتصال از اینا، ارتباط از اینا فقط ارتباط داده های بین دیگر و همین شکل ابتدائیه که باز بعدن این انکشاف پیدا میکنه. تجارت الکترونیک تقریبا در دهه 90 1994 پیدا میشه که بعد از اینترنت و شبکه اینترنتی به هدف تجارتی و هدف اقتصادی استفاده میشه که بعد در بانک ها استفاده میشه و به مدتی به هدف تبلیغات و اشتهارات شرکت ها و کمپانی از استفاده میکنن. خب اینجا اشاره شده که نخستین بار از اینترنت و از شبکه برای انتقال داده ها به شکل برقی و الکترونیکی استفاده میشد، یا میتونیم بگیم که پس EDI چی باشه؟ EDI پدر تجارت الکترونیکه، چون مبنا و اساس تجارت الکترونیک همو EDI میباشه. از نظر تاریخی دانشمندا آمدن جهش تکنولوژی اطلاعات به 3 دوره مهم تقسیم بندی کردن. 3 دوره 20 ساله. دوره 20 سال اول که شامل 1955 تا 1974 میشه، این دوره به نام دوره پردازش الکترونیکی داده ها یاد میشه یا همون ایریا. یعنی در این 20 سال بیشتر برجستگی که در دنیای اینترنت بود امی ایریا بود. ماشین های خودپرداز در همین عصر پیدا میشه و این عصر که هنوز اینترنت امروزی و مدرنی که ما داریم به وجود نیامده بود. اینترنت که فعلا ما میشناسیم و استفاده میکنیم به وجود نیامده بود، بیشتر شکل ابتدایی و EDI داشت. دوره دومی که از 1975 تا 1994 به نام عصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت یاد میشه، MIS Management Information System. مدیریت Management Information System، مدیریت سیستم های اطلاعاتی به این معنی که بعد از اینترنت و شبکه ها به قصد مدیریت سازمان ها استفاده میشه. با MIS کم و بیشی فکر کنم شما آشنایی داریم، یا احتمالاً اگر برنامه اکسس خونده باشیم بیشتر به قصد تنظیم مدیریت استفاده میشه. یک به اصطلاح ما بانک اطلاعاتی میگیم، یک بانک اطلاعاتی ساخته میشه، بعد اون بانک اطلاعاتی مثلا یک سازمان به ارتباط کارکنان خود بانک اطلاعاتی ساخته، یا مثلا جنایی در یک کشور بانک اطلاعاتی داره و هر وقت خواسته باشه میتونه اطلاعات بروز کنه، اطلاعات معلوم بکنه و از اطلاعات استفاده بکنه. خب نمونه MIS مثال ساده اگه ما داشته باشیم، فرض کنیم امنیت ملی، تمام افراد کشور به اونجا ثبتن یا کسایی که تخلف کردن به اونجا ثبت شدن، وقتی یک کسی به یک جرم دستگیر میشه سوابق از او، بک‌گراند از او
در امو سیستم در امو بانک اطلاعاتی موجوده با تایپ کردن تاریخ تولد یا نام از او تمام معلومات و اطلاعاتی که قبلا در ارتباط این فرد ثبت شده میای به روی دسکا، بعد میفهم که این سابقه جرمی داشت یا نداشته. یا در کشورهای دیگر که شما سفر میکنیم، مثلا وقتی پلیس میخواد چک کنه که شما به شکل رسمی و قانونی وارد کشور شدین، پاسپورت شما میگیره، بعد یا از شما تاریخ تولد شما پرسان میکنه، فقط به دستگاهی که داره تاریخ تولد شما وارد میکنه، بعد او دستگاه نشان میده که شما کی هستیم، بکگراند شما چیه، از چی طریقی به این کشور وارد شدیم به شکل رسمی یا غیر رسمی. یعنی این سیستم مدیریت اطلاعات بانک‌های اطلاعاتیه که در دوره 20 ساله دومی بیشتر همین بانک‌های اطلاعاتی مطرح میشه و استفاده میشه. دوره سومی به نام عصر اینترنت یاد میشه که از 1995 تا 2014 یا تا فعلانه تا 2020. در این دوره اینترنت رنگ و رونق میگیره و برجسته میشه و اینترنت رشد میکنه و از اینترنت به اهداف تجاری و اقتصادی و علمی و فرهنگی استفاده میشه. به هر حال اینترنت چنین تاریخچه‌ای داره که ما میشه اشاره کنیم که حتی ماشین های خودپرداز و کارت های اعتباری در عصر 20 ساله اولی نخستین پیدا میشه و در عصر دوم امکان استفاده از سیستم بانکی بین المللی یا سویفت و انتقال وجه الکترونیکی یا ایفتی فراهم میشه. سویفت در بانک ها بیشتر استفاده میشه که مخفف سایتی فار ورد واید انتر بانک فایننشال تیلی کمیونیکیشنه. خب در این دوره دوم ما گفتیم در دهه 90 بیشتر در دهه 90 که از اینترنت در مسائل بانکی و تجاری ارتباطات بین بانکی استفاده میشه و به مترتیب انتقال وجوه نقدی از یک کشور به کشور دیگر یا از یک کمپنی به کمپنی دیگر استفاده میشه. بعد اینترنت میای به قصد از اینترنت به اهداف تجاری و اقتصادی استفاده میشه. خب به هر حال مبادله الکترونیکی مترادف تجارت الکترونیکی نمیباشه، بخاطر که این دو تا از هم فرق میکنه. مبادله الکترونیکی ابزار برای تجارت الکترونیکیه، اما تجارت الکترونیکی یک چیز وسیع و کامله. مبادله الکترونیکی نمیتونه در تحت خود تجارت الکترونیکی داشته باشه، اما تجارت الکترونیکی در تحت خود مبادله الکترونیکی داره، یعنی شامل ایدیای میشه. یعنی تجارت الکترونیکی ای سی الکترونیک کامرس ایدیای در تحت خود داره، اما ایدیای در تحت خود ای سی نداره. مبادله الکترونیکی دادا تقریبا به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیکی شناخته میشه. به هر حال ببینیم که بعد شما میخواسته باشیم به ارتباط پیدایش اینترنت، چگونگی کارکرد اینترنت و شبکه های اینترنتی پروژه داشته باشیم، بعد پروژه سنفی داشته باشیم، بحث های مستقل و جداگانه داشته باشیم. به این فقط ما موقع در اشاره کردیم که تجارت الکترونیکی ادامه فعالیت‌های اینترنتیه. وقتی که اینترنت پیدا میشه بعداً بیشتر در دهه 90 1994 تجارت الکترونیکی پیدا میشه. یعنی که در کل تجارت الکترونیکی عمر طولانی نداره، عمری کوتاه. در حدود 24 سال 25 سال ما شاهد تجارت الکترونیکیم. حتی در افغانستان تجارت الکترونیکی دوران کودکی و دوران ابتدایی خود میپیمایه، چون ما بیشتر در قسمت تبلیغات و اشتهارات در مواردی هم ارتباط با تأمین کنندگان، عرضه کنندگان یا جذب مشتریان استفاده میکنیم و بحث خرید و فروش آنلاین در کشور ما و شما هنوز رونق و رواش کامل پیدا نکرده و به امید از این که ما در آینده بتونیم که از شبکه های اینترنتی و از این قالب الکترونیکی و از فرصت هایی که در دست داریم استفاده مطلوب و موثر داشته باشیم. البته خوب قابل یادآوریه که یک سلسله مشکلات و چالش های در راستای تطبیق
تجارت الکترونیک در افغانستان ما داریم، مشکل زیر ساختایی که باز بعدا بحث میشه، مشکل اینترنت که اینترنت کافی، اینترنت پرسرعت و امکاناتی که ما بتونیم تجارت الکترونیک به شکل معیاری از او اندازی کنیم نداره. به هر حال در جلسه امروزی ما بیشتر به ارتباط پیدایش اینترنت و پیدایش تجارت الکترونیکی و انواع سازمان‌های الکترونیکی بحث کردیم و فصل اول تجارت الکترونیکی به همین جهت تکمیل میشه. ما انشالله در درس‌های بعدی، در جلسات بعدی باز میایم سر انواع مدل‌های تجارت الکترونیکی بحث میکنیم. جلسه امروزی ما و درس امروزی ما به همین جهت ختم میشه. شما مشکل سوال اگه داشتیم میتونیم از طریق کانال های ارتباطی با ما مطرح بسازیم و فعلا شما به خداوند کریم و رحیم میسپارم. روز و روزگارتان خوش.